تلفن اولمون رو داریم رو خط، شیوا رو داریم. شیوا جان مرسی که زنگ زدی، صداتو میشنویم. سلام، من 2-3 سالی هست که به شکل زندگی چند عشقی رو تجربه میکنم و با کسایی دیت میکنم که اونا هم همین نحوه زندگی رو انتخاب کردن. یکی از چالش های شاید بگم پرتکرار که من باش مواجه شدن و یا پارتنران باش مواجه شدن اینه که یه وقتی دچار حس حسودی میشیم و خب این معمولا هم به یه روبرو کردن همدیگه و یا ناراحتی و دعوا منتهی میشه و این تنش به وجود اومده باعث میشه که یه وزن سنگینی روی رابطمون قرار بگیره. بله، این رابطه چند عشقی که گفتین از با دو نفر یا بیشتر از دو نفر؟ با بیشتر از دو نفر. با همه این تنش هست یا فقط با یه پارتنر این تنش هست؟ ببخشید فقط خواستم اینجا معمولا این تنش بیشتر با پارتنر اصلیم اتفاق میافته ولی موردش هم پیش اومده با پارتنرهایی که پارتنر اصلی نیستن همین مشکل اتفاق میافته. خواره این طبیعیه آدم نمیدونم احساس حسودی حسادت خب یه چیزیست بالاخره با یکی نزدیکتری بعد خیلی چیز احساس حسودی احساس خیلی طبیعیه. حالا چند نفر تو رابطه چند نفره باشی یا تو رابطه یه نفره باشی این احساس طبیعیه، این احساس میاد میره ولی عمل و رفتار بر اساس این احساس، مثلا اگر رفتار بد باشه نمیدونم عمل بد انجام بشه به خاطر این احساس چون من احساس حسودی کردم پس تفرقه ایجاد کردن، اینا مشکل ایجاد پیدا میکنه ولی احساس به تنهایی هیچ مشکلی نداره. میشه در موردش صحبت کرد و قبول کرد که این احساس هست. اصولا احساس حسودی وقتی به وجود میاد یه جایی شاید کمبودی باشه که بعد در موردش صحبت شده باشه، مثلا شاید کمبود به توجهه، شاید مثلا شاید یک پارتنر مقایسه میکنه این پارتنر رو با پارتنر دیگه، یعنی مقایسه کردن خیلی میتونه توی این رابطه ها ضرر بزنه، یعنی صدمه بزنه. نمیدونم این شیوا جان تو مثلا میتونی مثال بزنی چه موقعهایی این حسادت یهویی میزنه بیرون؟ آره، یه وقتی به شکل اینه که خودم رو با اون پارتنرم مقایسه میکنم و احساس میکنم که من توی مثلا چه میدونم زیبایی و اون اندازه زیبا نیستم و این باعث میشه که دچار حس حسادت بشم. یه وقتی هم اینجوری میشه که احساس میکنم که مثلا من پارتنرم رفته این کارو با پارتنرش انجام داده و من دوست داشتم کارو با این آدم انجام بدم و ناراحت میشم که چرا این اتفاق این کار ما با هم نکردیم و حسودیم. ببین این دوباره این احساسا رو کرده که مثلا یکی شاید بهتره یا شاید یکی، سعی کنی از این دور بشی، خودتو مقایسه بکنی با دیگران، یعنی سعی کنی کمتر بکنی. خب این هیچ کس مثل تو نیست و هیچ کس مثل اون آدم دیگه هم نیست، یعنی کاملا آدم های متفاوت هستین و اگه این احساس درت به وجود اومده و در خودت هست باید با خودت حلش کنی، ولی اگه این احساس و پارتنرت درت به وجود میاره چون مقایسه میکنه یا مثلا میگه من خیلی بهم خوش گذشت با این کارو کردم، مثلا زیاد با تو خوش نمیگذره، این تفرقه ایجاد میکنه و این حس حسودی رو به وجود میاره. من با کسایی که کار میکنم تو رابطه های چند نفره هستم این اصولا باعث چالش رابطه است. سوال خوبی کردی شیوا، تو خودت این مقایسه رو میکنی یا اینکه پارتنرت این مقایسه رو سرت میندازه؟ بیشتر من خودم مقایسه میکنم و بعد از این حس حسودی باعث میشه که مثلا از کوچکترین چیزی ناراحت بشن، یعنی بیشتر از سمت خودمه. حرف آخر چیکار کنه که خودش این مقایسه رو دیگه با خودش نکنه، چون طبیعتا همیشه آدم میکنه دیگه. ببین بعضی موقع با زوجایی که کار میکنم تو این مسئله هستن، بعضی موقع دوست دارن اون طرف رو ببینن، وقتی
ملاقات میکنن، مثلا اون یکی رو میبینن، چون رابطه که باز هست، همه هم در مورد همدیگه میدونن، یه چیز پذیرفته شده هست. پس بعضی موقع وقت دیدن و دوست شدن با اون انسان دیگه هم شاید بتونه کمک بکنه اون احساس تو کمتر بکنه، چون بتونی چیزایی که شبیه هم هستی رو بیشتر ببینی، نه چیزایی که متفاوت هست. نمیدونم این بتونه کمکت بکنه. حرف خوبی بود. وقت میفهمن که چقدر با هم فرق دارن، که خودش اونم اونه دیگه. دو تا آدم کاملا مختلفه. آره، با اعتماد به نفس و اتکا به نفس اگه یه مسئله شخصیه که باید خودمون رو خودمون کار بکنیم. تو رابطه های باز هستیم اتفاقا بیشتر این احساسات ها به وجود میاد و بیشتر بر روشون کار بکنیم. ولی باید پیدا کنی زیبایی خودتو، پیدا کنی خوبی خودتو، ارزش خودتو. اینا خیلی مهمه که یادآوری کنی که کافی هستی، خوب هستی، زیبا هستی. چیزایی که احتیاج داری بشنوی رو به خودت بگی، و اگه احتیاج داری بشنوی از پارتنرت ازش بخوای بهت بگه، شاید توجه بیشتری میخوای ازش، یا مثلا بهت بگه چه احساسی بهت داره بیشتر.